سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی و هنری مرتضی امینی تبار از بازیگران نوظهور کشورمون میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. مرتضی امینی تبار از بازیگران نوظهور ایرانی و افغانی تبار تازه کار تئاتر و سینما و تلویزیونه. او کار هنری خودش رو از تئاتر شروع کرد و تا کنون در چند نمایش و فیلم کوتاه و برای اولین بار در سریال نمایش خانگی ایفای نقش کرده. مرتضی امینی تبار متولد 16 مرداد 1378 در قم، بازیگر سینما و تلویزیونه. او تحصیل کرده یه رشته بازیگریه که با تئاتر دانشجویی شروع کرد و در 21 سالگی با سریال زخم کاری با وجود سانسورهای زیاد به شهرت رسید. او به صورت جدی تئاتر رو از سال 1395 وقتی 17 ساله بود از شهر قم شروع کرد و بعد از یک سال با قبولی در دانشگاه به تهران اومد. ایشون گفته با شرایط بسیار سخت دوری از خانواده و زندگی دانشجویی در خوابگاه کارم رو با گروه‌های دانشجویی ادامه دادم. او به صورت حرفه‌ای از مرداد ماه 1397 با نمایش راز بقا به کارگردانی صالح علوی زاده به روی صحنه رفت. سپس در نمایش بیمکان به کارگردانی لعبت شعار بازی کرد. در ادامه با نمایش چهلم از امیر پیشوایی و مشاهیر از افشین واعظی هم به خوبی جای خودش رو در تئاتر مستحکم کرد. مرتضی امینی تبار که اصالتی افغانی ایرانی تبار داره، سال 1400 اولین تجربه تصویری خودش رو با سریال زخم کاری در شبکه خانگی فیلمیمو در کنار چهره‌هایی چون جواد عزتی و رعنا آزادی ور تجربه کرد. او در این سریال با بازیگران مطرحی چون جواد عزتی، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، الهه حصاری، عباس جمشیدیفر، مهدی زمین‌پرداز، امیر حسین هاشمی و با هنرمندی سیاوش طهمورث، کاظم حجیرآزاد، انوشهر علیپور، مهلقا باقری، مائده طهماسبی و غیره همبازی شده بود. او با نقش عاشق پیشه میثم با کاراکتر روبروی خودش سارا حاتمی در نقش مائده بسیار خوش درخشید. خودش گفته آقای کیومرث مرادی، استاد تئاترم که نزد ایشون شاگردی کرده بودم، به من پیشنهاد حضور در تست نقش میثم سریال زخم کاری رو داده بود. ویدیویی از بازی من گرفت و به آقای مهدویان داده بود و خدا خواست و ایشون هم دوست داشتم. به این ترتیب برای نقش میثم انتخاب شدم. آقای محمد حسین مهدویان کارگردان رو تا روزی که به دفتر ایشون رفتم ندیده بودم، اما هر کدوم از آثار ایشون رو 4 یا 5 بار دیده بودم. آقای کیومرث مرادی به من گفته بود که نقشیه که لازمه برای اون تست بازیگری بدم و من هم پذیرفتم، بدون اون که بدونم این نقش برای چه کاریه و کدوم کارگردانه. ویدیویی از بازی من گرفت که به آقای مهدویان داده بود و خدا خواست و ایشون هم دوست داشت. وقتی اولین بار به دفتر ایشون رفتم و پروژه زخم کاری رو دیدم، قلبم وایساد و اصلا فکر نمی کردم برای این سریال انتخاب شده باشم. من در جهان تصویر دنبال نقشی میگشتم که حتی 10 دقیقه باشه، اما خدا به من نقش میثم رو داد که بابت اون خدا رو شاکرم. بعد از انتخاب برای نقش میثم گفتند که من و خانم سارا حاتمی باید سوارکاری یاد بگیریم، برای همین چندین جلسه تمرین سوارکاری داشتیم. همه تصور میکنند من سوارکار ماهری هستم، در حالی که این اسب روز اول سوارکاری من رو زمین انداخت و به شدت آسیب دیدم. اسبایی که ما با اونها تمرین کرده بودیم اسبای اصیلی نبودن. اسب اصیلی که خیلی سواری داده نیاز داره که سفت و سخت با اون برخورد کنی. اما من این رو نمیدونستم و زمانی که با این اسبها همون برخورد اسبای تمرینی رو داشتیم، رم میکردن و ما رو به در و دیوار میکوبیدن. من آقای مهدویان کارگردان زخم کاری رو فرمانده صدا میکنم. او یک پدر و استاد بی‌نظیر و کارگردان کاربلد و یک آدم حسابی حرفه‌ایه. روزی نبود که آقای مهدویان رو بغل نکنم و به اون نگم که چقدر دوستش دارم. افتخار میکنم مهر شاگردی اون رو بر پیشونیم دارم. امینی تبار برای همبازی شدن با جواد عزتی در سریال زخم کاری نوشت: ازم پرسیدی که بهترین هدیه‌ای که سینما به آدم میتونه بده چیه؟ گفتم نقش خوب. گفتی باریکلا، اما نظرم عوض شد. بهترین هدیه سینما بازی کردن جلوی شماست.
تو تک تک دقایقی که کنار شما بودم ازت چیزهای زیاد یاد گرفتم. دونه دونه ی حرفات برام درس بازیگری بود و کی از شما بازیگرتر؟ چطور میشه آدم اینقدر هنرمند باشه؟ چطور میشه باور کرد که یه آدم هم بابا اتی قهوه تلخ بوده هم صادق ماجرای نیمروز؟ حجت شنای پروانه، احمد فرشته ها با هم میآیند، یاسر جاندار، مجید تنگه ابو خریب، منصور هزارپا و مرتضای آینه بغل. و میدونی میخوام بگم این نقشا اعتبارشون شمایی. توی که به سینما خودت رو هدیه دادی و من چقدر خوشبختم که این هدیه به من داده شده. یادم میمونه که شب تولدت چی کادو بهت دادم. امیدوارم خودت هم یادت بمونه. خانم سارا حاتمی در نقش مائده به شدت بازیگر باهوش و خلاقی بود. ایشون از نظر من بازیگر مستعد و درجه یکیه و آینده بسیار درخشانی داره. من و خانم سارا حاتمی کار اولمون بود و برای نخستین بار بود که در یک پروژه حرفه‌ای جلوی دوربین می‌رفتیم. معمولاً برای بازیگرانی که بازی در یک فیلم و سریال رو برای اولین بار تجربه می‌کنن، شرایط بسیار سخت‌تره. چون باید بتونی شرایط و فضای کار رو به خوبی درک کنی و نمیدونی که آیا سایر عوامل و بازیگران شما رو درون خودشون راه میدن و میتونی با اونها هماهنگ باشی یا خیر. محمد حسین مهدویان کاتالیزور همین داستان هاست. کاری میکنه که اصلا آب توی دلت تکون نخوره و انگار نه انگار که اولین کار توست. بدون شک پارتنر روی بازی هر بازیگر بسیار تاثیرگذاره و خانم سارا حاتمی هم به شدت بازیگر باهوش و خلاقی بود. و اگرچه هر دوی ما اشکالاتی در کارمون داشتیم که ناشی از نابلدی ما بود، ولی سارا حاتمی به نظر من بازیگر مستعد و درجه یکیه و آینده بسیار درخشانی داره. امیدوارم که در آینده سیمرغ جشنواره فجر رو در دستانش ببینم. اوایل زخم کاری بود که فهمیدم کاراکتر مالک همون مکبسه. عشق کردم و دیدم که انتخاب‌ها چقدر خوب و درست بوده. جواد عزتی معجزه‌ای برای این سریال بود و من هیچ جا حتی یک نکته منفی درباره بازی اون ندیدم و نشنیدم. جواد عزتی خیلی به من کمک کرد و خیلی به من محبت کرد، طوری که انگار من براش واقعا میسم بودم. کمک‌های او در کیفیت بازی من بسیار تاثیرگذار بود. ایشون گفته من فکر میکنم که آقای عزتی نابغه است و خداوند عزت رو به کسی میده که خیلی دوستش داره. دیگر بازیگران حرفه‌ای هم از جمله خانم آزادیبر و خانم توسلی که در این سریال پارتنر من بودن، اونقدر قوی هستند که تو نمیتونی در حضور اونها خوب بازی نکنی. این پارتنرهای حرفه‌ای تو رو به جهان کاراکتر خودشون میبرند و در بطن قصه و ماجرا قرار میدن. ایشون در ادامه گفته میسم از مرتضی به شدت دور بود. من در ناز و نعمت بزرگ نشده بودم و این خانواده مرفه و مشکلات این طبقه از جامعه که ناشی از رفاه زیاد بود و طمع کارهای اونها برام قابل درک نبود. من سعی کردم که نقش یک پسر خوب رو برای این خانواده بازی کنم. با وجود اون که شخصیت من از میسم این قصه دور بود، اما این کاراکتر رو دوست داشتم. من میسم رو نماد مخاطب می‌دیدم. مشکل میسم این بود که نگاه میکنه و بیشتر از اون که درگیر ماجراهای اطرافش باشه فقط نگاه میکنه و فقط یک پناه داره و اون هم مائده است. و به نظرم در قصه ی زخم کاری بسیار به میسم ظلم شد. آدم ها به خاطر طمع و منافع خودشون کارهایی رو انجام میدن و وانمود میکنن که برای بچه هاشون دست به این کارها میزنن و این مهمترین نکته ایه که باید دریافت بشه. عاشق ها همیشه کارهای عجیبی میکنن. هرچه هست بین این دو نفر پاکه و حس مطلق. مثل ناصر در این قصه زخم کاری که میگه من میدونم چه چیزی برای تو بهتره. من و مائده قسمت‌های زیادی داشتیم که رابطه عاشقانه زوج جوان رو نشون میداد که سانسور شد. خانه من سالن تئاتر و هر جا برم باز باید بخونم در تئاتر برگردم. به تازگی نمایش مشاهیر رو در سالن ملک روی صحنه بردیم. از جمله نمایش‌هایی که مرتضی در اون بازی کرده میتوان به نمایش چهلم به نویسندگی و کارگردانی سید امیر پیشوایی و نمایش مشاهیر کاری از گروه فریدا و غیره اشاره کرد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد،
خدا نگهدارتون.